گلاسیا سلام، امروز میخوایم فیلم جدیدی به اسم هچینگ رو با هم ببینیم که داستان جالب و واقعا ترسناکی داره. مراقب صحنه های آزاردهنده فیلم و اسپویل کاملش هم باشید تا آخرش بهم فوش ندید. با شروع فیلم دختری به اسم تینیا رو میبینیم که داره ژیمناستیک تمرین میکنه و مادرش میاد و شروع به قلقلق دادن و خندیدن کنار هم میکنن. بعدش تینیا میره پیش پدرش و همین شوخی رو ادامه میده در حالی که مادرش ازشون فیلم میگیره. هر چهار نفر اعضای خانواده در آخر کنار هم میشینن و ویدیویی که دارن میگیرن به پایان میرسه. مادر تینیا عادت داره کلی فیلم خانواده بگیره و به عنوان یه ویلاگ توی پیج یوتیوب خودش قرار بده. با شنیدن صدای از اتاق تینیا به کنار پنجره میره و پر پرنده‌ای که به پنجره چسبیده رو میبینه. با باز کردن پنجره یه کلاغ داخل خونه میاد و شروع به شکستن لوازم میکنه. برادر کوچیک تینیا یعنی ماتیاس دنبال کلاغ میفته تا بگیرتش و پدرش هم به کمکش میره. اینا همه در حالیه که مادر به شدت نگران لوازم دکوری خونه است که دارن میشکنن. کلاغ روی روستر گرون قیمت خونه‌شون میشینه و در آخر منجر به افتادن و شکستن اون هم میشه. وقتی که روی زمین میشینه تینیا یه پتو روش میندازه و موفق میشه بگیرتش، ولی قبل از اینکه ببرتش بیرون مادر با مهربونی میگه بده کلاغو ببینم و در اوج تعجب و شوک تینیا گردن کلاغو در جا میشکنه. بعد پرنده رو میبره بیرون توی سطل آشغال میندازه و به خیال اینکه مرده متوجه حرکت های پرنده توی سطل آشغال نمیشه. کمی بعد تینیا با همسایه جدیدشون که یه دختر همسن سال خودش دارن آشنا میشه و از این دختر که اسمش رتاه میخواد که سگش رو نوازش کنه و اونم اجازه رو بهش میده تا با هم دوست بشن. موقع نوازش سگ دست تینیا رو گاز میگیره، در حالی که رتا میگه تا به حال سگم هیچ کسی رو گاز نگرفته بود. آخر شب مادر و دختر کنار هم میشینن تا فیلم جدیدی که مادر ضبط کرده رو ببینن. توی این فیلم همه چیز خوبه و یه خانواده خیلی خوشحاله، اما وقتی به صحنه تمرین ژیمناستیک تینیا میرسه اون از استایل بعد خودش موقع تمرین ناراحت میشه. مادرم میگه اون قسمت رو از فیلم کات میکنم و وقتی که تینیا درخواست میکنه که روز بعد برای بازی به خونه همسایه‌اش رتا بره، مادر بهش اجازه نمیده و میگه باید روی مسابقاتی که پیش رو تمرکز بکنه. نصف شب صدای عجیبی از بیرون خونه میاد و وقتی تینیا میره که بفهمه صدای چیه، متوجه میشه کلاغ از سطل آشغال فرار کرده. همچنان دنبال صدا میگره که در نهایت کلاغ رو روی زمین نیمه جون و در حال عذاب کشیدن پیدا میکنه. سپس دیگه سنگ برمیداره تا کلاغ رو از زجرش رها کنه، ولی این کار رو به شکل خیلی وحشیانه و خشن انجام میده. با دیدن تخم پرنده اونو با خودش به خونه میبره و زیر خرسش میذاره تا گرم نگهش داره. روز بعد موقع تمرین ژیمناستیک تینیا همه چیزو درست انجام میده، ولی حرکت آخرش رو اشتباه میزنه و میفته رو زمین. مربی هم بهش میگه اگه نتونی همه چیزو درست انجام بدی اصلا نمیتونی وارد مسابقات بشی. به خاطر همین وقتی دوستای تینیا بهش میگن بیا بریم یکم خوش بگذرونیم، پیشنهادشون رو رد میکنه و میگه میخوام برم بودم. وقتی به خونه میرسه در کمال تعجب میبینه که مادرش داره تعمیرکار خونه‌شون رو میبوسه و به پدرش خیانت میکنه، ولی هیچ حرفی نمیزنه و میره تو اتاقش که بعد از مدتی مادرش میاد داخل و لباسی که برای مسابقه ژیمناستیکش خریده رو بهش میده. بعد راجع به بوسیدن تعمیرکارشون حرف میزنه و میگه ما بزرگتر رو که سری دوستای خیلی صمیمی داریم که اونم یکی از همین دوستاست. سپس از تینیا میخواد این راز رو پیش خودش نگه داره و ادامه میده که من برای چندین روز قرار برم جایی یا خونه نیستم. بعد از اینکه از اتاق میره بیرون، تینیا تخمی که شب قبل آورده بود خونه رو برمی‌داره و صدای ضربان قلبی رو ازش میشنوه. چند روز بعد میبینیم که تینیا داره از پدر و برادرش فیلم میگیره و مادر بالاخره به خونه برمیگره و وقتی ماتیاس میره بغلش کلی عصبی میشه که لباسشو کثیف کرده، یعنی هیچ ذوقی برای دیدن خانواده‌اش نداره. به همسرش هم میگه سفر کاری خوبی داشته و خسته است. تینیا به اتاق پدرش میره چون میدونه مامانش دروغ میگه و داره خیانت میکنه، ولی بازم نمیتونه هیچ حرفی به پدرش بزنه. بعد به اتاقش برمیگره و متوجه بودو شدن تخم پرنده میشه. توی کلاس ژیمناستیک تینیا بازم نمیتونه حرکت آخر روتینش رو انجام بده. اینجا میفهمیم دختر همسایه یعنی رتا هم خیلی وقت ژیمناستیک کار میکنه و برخلاف تینیا یه روتین فوق العاده رو به نمایش میذاره که همه تشویقش میکنن. مادر تینیا از این قضیه عصبی میشه و ساعتها دخترش رو نگه میداره تا مجبورش کنه حرکت آخر رو درست انجام بده و بالاخره بعد از کلی زور تینیا موفق به این کار میشه. اون شب میبینه که با تخم پرنده صحبت با درد دل میکنه و اتفاقای عجیبی روی پوست این تخم میفته. یه شب دیگه مادر جلوی آینه متوجه زخم عجیب روی پاش میشه و وقتی تینیا میاد پیشش تا با هم حرف بزنن، به دخترش اعتراف میکنه که عاشق تعمیرکار خونهشون یعنی ترو شده و این اولین باره که تو زندگیش این حس رو داره. تینیا با اینکه خیلی به هم میریزه و اشکش در میاد، مادرش رو دلداری میده و میگه درکش میکنه. سپس به اتاقش میره و کنار تخم پرنده شروع به گریه کردن میکنه، تخمی که حالا به بزرگی خودش شده. وقتی اشکاش روی اون میریزه، یه دفعه پوستش شروع به ترک خوردن میکنه و در کمال ترس و وحشت تینیا یه پرنده بزرگ ازش بیرون میاد. تینیا قایم میشه و بعد از چند لحظه بیرون رو میبینه که بفهمه پرنده کجاست، ولی همون لحظه پرنده خودش رو نشون میده و از پنجره فرار میکنه. پدر از سر صدای شکستن پنجره به اتاق میاد تا بفهمه چی شده که تینیا سری روی
یه پوسته شکسته شده تخم رو میپوشه و به پدر جواب میده که یه پرنده به پنجره خورده و شکستتش. بعد از مدتی پرنده دوباره ظاهر میشه و به آرومی به داخل میاد. تینیا از ترس یه گوشه نشسته، ولی وقتی میفهمه یه تیکه شیشه به دست پرنده فرو رفته کمکش میکنه و اونو در میاره. بعد از ترس دست رو صورت خودش میذاره، ولی وقتی پرنده رو میبینه متوجه میشه که اونم داره دقیقاً ادای خودش رو در میاره. وقتی متوجه بوی بد پرنده میشه و میفهمه که مهربونه، اونو به همون میبره تا تمیزش کنه. بعد برادر کوچک تینیا میخواد وارد شه، ولی اون به سرعت جلوشو میگیره و نمیذاره کسی از این پرنده خبردار بشه. موقع خواب تینیا متوجه صدای گله کردن پرنده زیر تختش میشه، برای همین شروع به شعر خوندن میکنه تا خوابش ببره. نصف شب صدای پارس سگ همسایه بلند میشه، پرنده از خونه میره بیرون تا بفهمه صدای کیه. بعد از چند لحظه تینیا از خواب میپره چون پرنده رو شکمش نشسته. وقتی کنارشو نگاه میکنه میبینه بدن بدون سر سگ همسایه‌اش رتا کنارشه و وحشت میکنه. صبح اول وقت اون جسد سگ رو میبره بیرون و خاک میکنه، ولی در حین این کار برادر کوچکش ماتیاس اونو میبینه. چند ساعت بعد تینیا به مغازه رفته تا غذای پرنده بگیره که دختر همسایه یعنی رتا میبینتش و با هم به سمت خونه قدم میزنن. توی راه هم چند تا آگهی گم شدن سگ رتا رو به در و دیوار میزنن، چون رتا نمیدونه چه بلایی وحشتناکی سر سگ بدبختش اومده. توی خونه مادر تینیا براش شونه جدید میخره، ولی برادرش از این قضیه ناراحت میشه که چرا برای اون چیزی نخریدن. ماتیاس که خیلی حسوده سری به بیرون خونه میره و جایی که قبل تر خواهرش بوده رو میکنه تا جنازه سگ همسایه رو برای پدر و مادرش بیاره. بعد بهشون میگه تینیا این کارو کرده، ولی اونا باورش نمیکنن. ماتیاس هم عصبی میشه و خواهرش رو میزنه و میره دم اتاق تینیا. کلا این خواهر برادر کوچیکتر یه وقتایی میرن رو مخ. وقتی سایه یه چیزی رو که تو اتاق حرکت میکنه میبینه، ماسک بچگونش رو میزنه و میره تو اتاق و با دیدن زیر تخت پرنده به صورت چنگ میکشه و ماسکش رو برمیداره. همین لحظه تینیا رو میبینیم که توی پذیرایی خونه یه دفعه دچار تشنج میشه. بعد از بهتر شدنش سری میره تو اتاق تا پرنده ای که حالا ماتیاس ازش خبر داره رو قایم کنه، ولی همون لحظه مادرش میاد داخل و زیر تخت رو چک میکنه، اما هیچی نمیبینه. با باز کردن کمد اتاقش لباس جدیدی که برای ژیمناستیک تینیا خریده بود رو میبینه که پاره و تیکه تیکه شده. تینیا هم که میفهمه پرنده بالای کمدش رفته، سری مادر رو دست به سر میکنه تا اونو پیدا نکنه. عصر اون روز تینیا برای پرنده دونه‌هایی که خریده رو میاره، اما وقتی اون از خوردنش سر باز میزنه مقدارش رو خودش میجه و بالا میاره و پرنده هم اینطوری شروع به خوردن میکنه. نکته دیگه که تینیا متوجهش میشه اینه که پرنده به شکل عجیبی داره موهای بلند در میاره. یه لحظه پرنده صدایی مثل سرفه خودش در میاره که شباهت زیادی به کلمه علی داره. علیه علی. آره علی. برای همین همون لحظه به بعد تینیا پرندهش رو علی صدا میکنه. نصف شب علی یکی از لباسای تینیا رو تن خودش میکنه و چهار دست و پا از اتاقش میره بیرون که همون لحظه ماتیاس از فاصله میبینتش. حالت راه رفتن پرنده شبیه به آدم شده و این باعث میشه ماتیاس فکر کنه خواهرش داره این کارای عجیبو میکنه و با وحشت فرار کنه. علی به اتاق مادر خونه میره و لحظه‌ای که مادر یهو از خواب میپره سری ناپدید میشه. مادر متوجه مایه عجیبی که رو دستشه و یه دونه پر که روی تختش افتاده میشه و با ترس شروع به گشتن اتاق میکنه. یه دفعه توی آینه تصویر پرنده رو توی لباس تینیا میبینه، ولی وقتی برمیگرده چیزی پشتش نیست و همون لحظه پسر کوچیکش با ترس و وحشت از چیزی که دیده به بغل مادر میاد. ماتیاس میگه خواهرم یه هیولا شده، ولی مادر باور نمیکنه و میگه فقط یه کابوس دیدی. روز بعد تینیا روی سر پرنده شاخه گل میذاره و میگه تو خیلی خوشگلی و به کلاسش میره. جایی که با رتا با شوخی و خنده تمرین میکنن و خوشحالن، ولی مادرش از اینکه دختر همسایه از دختر خودش کار بهتری انجام میده کلی ناراحت و عصبیه. برای همینم به سمتشون میره و از رتا تعریف میکنه و میگه کاش دختر منم تمرینش بیشتر شه تا مثل تو بشه. این در حالیه که توی خونه پرنده یعنی علی موفق میشه از کمد فرار کنه. بعد از کلاس رتا داره به سمت خونهشون قدم میزنه که حس میکنه یه نفر دنبالشه. تینیو هم توی ماشین یه خطایی رو حس میکنه و مادرش میگه سریع برگرد، ولی مادر بهش گوش نمیده. رتا ترسش بیشتر و بیشتر میشه، شروع به دویدن میکنه که یه دفعه علی رو با چهره وحشتناکش که خیلی بیشتر شبیه به آدم شده میبینه. همون لحظه تینیای توی ماشین دچار تشنج شدید میشه که مادر هم برای آروم کردنش نگه میداره. بعد به دخترش میگه استرس مسابقات تو رو اینطوری کرده و بهتره برای مدتی از خونه بریم جای دیگه تا یکم آروم شی. وقتی به خونه میرسم تینیا میفهمه که علی از خونه فرار کرده و میبینه که نوک پرنده از بدنش جدا شده و توی اتاق افتاده. حالا میفهمیم چرا وقتی دختر همسایه علی رو دید اونقدر به شکل آدم شده بود. موقع صبحانه مادر به تینیا میگه که قرار دوتایی برای مدتی از خونه بریم و خونه همون تعمیرکار که دوست خونوادگی بونه بمونیم.
پدر هم در کمال تعجب به هیچی شک نمی‌کنه و تینیا با نگرانی به غذا خوردنش ادامه میده. بعد از صبحانه به خونه تعمیرکار که اسمش ترو هست میرن و اونجا با دختر نوزاد این مرد هم آشنا میشن. مادر برای تینیا توضیح میده که همسر ترو موقع زایمان از دنیا رفته. موقع خواب میبینیم که تینیا اصلا توی خونه راحت نیست، ولی یه دفعه علی رو میبینه که به لبه پنجره اومده. علی بدون نوکش و موهایی که حالا بلند شدن خیلی بیشتر شبیه به آدم‌ها شده و تینیا بهش اجازه میده بیاد داخل و کنارش بخوابه. موقع صبحانه تلفن مادر زنگ میخوره و خبر از حال بد دختر همسایه‌شون رتا به تینیا میده. بعد به بیمارستان میرن تا به همسایه سر بزنن. رتا به شدت زخمی شده و یکی از دستاش هم قطع شده. لحظه که تینیا میخواد دستشو بگیره، اون یه دفعه شروع به جیغ زدن میکنه و تینیا به سختی فرار میکنه. دوباره به خونه ترو میریم که تینیا پیش علی میاد و ازش میپرسه چرا به رتا صدمه زدی. اون خیلی از دست علی عصبانی شده و دستشو میبره بالا که بزنتش، ولی یه دفعه شروع به خودزنی میکنه تا جایی که علی بغلش میگیره و آرومش میکنه. وقتی حالش آروم میشه میبینه علی بالا سرش وایساده و حالت چهره و همه چیش داره دقیقاً شبیه به خود تینیا میشه. یه روز که تینیا داره توی حیاط تمرین ژیمناستیک میکنه و دوباره موفق نمیشه، ترو به سمتش میره و ازش میپرسه که اصلا علاقه به ژیمناستیک داری یا نه، که تینیا هم جواب درستی بهش نمیده. با شنیدن صدای پرنده سری به سمت خونه میره، همون جایی که علی رو قایم کرده. ترو هم بعد از چند لحظه تینیا رو تعقیب میکنه تا بفهمه چه کاری میخواد بکنه. وقتی تینیا به اتاق میرسه و متوجه تعقیب شدنش میشه، سعی میکنه درو ببنده تا ترو داخل نگه، ولی اون که زورش بیشتره درو باز میکنه و علی رو میبینه که روی زمین داره غذا میخوره. ترو فکر میکنه همون تینیاست که این کارو داره انجام میده، ولی یه دفعه علی بهش حمله میکنه. تینیا برای جلوگیری از این اتفاق درو سعی میکنه روی ترو ببنده که بالاخره موفق میشه، ولی نتیجه این کار زخم شدن شدید دست ترو. تینیا لوازمشو جمع میکنه تا از خونه بره، ولی ترو جلوشو میگیره و آرومش میکنه. وقتی پیشنهاد میده که با مادرش راجع به این اتفاق صحبت کنن، تینیا سری به هم میریزه و ازش خواهش میکنه که این اتفاق بین خودشون بمونه. با رسیدن مادر صحبتشون نصفه میمونه و تینیا بیرون میره تا تمرین آخرش قبل از مسابقه رو انجام بده، جایی که مادر دوباره کلی بهش فشار میاره و میگه تو باید بهترین رتبه رو توی این مسابقه بگیری. بعد از این صحبت به سمت بچه کوچیکتر میره و شروع به عشق ورزیدن به اون میکنه. تینیا کمی با حسادت نگاهش میکنه و بعد میفهمه علی هم در پنجره اتاق اومده. مادر و تینیا به سمت محل مسابقه حرکت میکنن و تینیا به شدت نگرانه که علی بلایی سر ترو و بچهش بیاره. زمان مسابقه میرسه. خونه ترو رو میبینیم که علی با یه تبر بالا سر نوزاد رفته تا بکشتش. تینیا وسط مسابقه این اتفاقو حس میکنه و از قصد خودشو به زمین میندازه تا ضربه به دستش وارد بشه و جلوی کار علی رو بگیره. صدای افتادن تبر ترو رو به اتاق میکشونه که علی رو قبل از پریدن از پنجره میبینه. توی مسابقه مادر از اتفاقی که افتاده و رتبه نبردن تینیا به شدت عصبیه و اونو به خونه میبره. وقتی که میرسن ترو با عصبانی از سمتشون میاد و میگه دیگه نمیتونن اینجا بمونن چون تینیا روانی و داشته دخترشو میکشه. مادر توضیح میده که تمام این مدت من و تینیا با هم بودیم، ولی ترو قبول نمیکنه و میگه دختر دیوونه است و دلیل دیوونگیش هم فشارهای روانی توه. مادر لوازمشون رو برمیداره و به ماشین میاد که یه رفعه از عصبانیت سرش رو چند بار به فرمون میکوبه و باعث خونریزی بینی خودش میشه. بعدم به سمت تینیا برمیگره و میگه کاش میذاشی یکم خوشحال باشم و از زندگیم لذت ببرم. به روایتی مادر تینیا اونو مقصر همه اتفاقای بد زندگیش میدونه. اشکای تینیا میان و مادر هیچ اهمیتی نمیده تا به خونه برسن. تینیا به اتاقش میره و علی رو پشت پنجره میبینه، ولی بهش اجازه وارد شدن رو نمیده. علی که همچنان همونجاست توسط تینیا به پایین پرت میشه و پدر هم با دیدنش فکر میکنه تینیاست که به حیاط خونه اومده. تینیا میره پیش مادرش که در حال فیلم گرفتن از خودشه، ولی مادر با عصبانیت بیرونش میکنه و میگه بوی گند میدی. دخترم به همون میره تا خودشو بسابه، بلکه از بوی خودش راضی شه. پدر به اتاق تینیا میره و علی رو میبینه که داره به داخل کمد میره و به خیال اینکه تینیاس رهاش میکنه و میره بیرون. بعد از چند لحظه مادر هم به اتاقش میاد و دوباره علی رو به اشتباه با تینیا از کمد بیرون میکشه و چون برای فیلمی که نیازش داره با خودش میبردش. با دیدن ظاهر داغون علی شروع به شونه کردن موهای کسی که فکر میکنه دخترشه میکنه، که این کار به خاطر ضعیف بودن پوست علی باعث کنده شدن قسمتی از پوست سرش و عصبانیت شدیدش میشه. زمانی که علی به مادر میپره تا اونو بکشه، تینیا سعی میرسه و سری جداش میکنه. بعد بین مادرش و علی قرار میگیره و با فریاد کشیدن از علی میخواد که از اونجا بره بیرون. مادر تینیا میپرسه که چه اتفاقی افتاده، که تینیا هم توضیح میده علی رو از یه تخم به دنیا آورده و حالا میخواد دست پیشش بره، ولی نمیتونه این کار رو انجام بده. همینطور میگه علی مقصر همه اتفاقایی که این مدت افتاده و تو بغل مادرش گریه میکنه. حالا دوتای چاقو برمیدارن تا علی رو شکار کنن. این قضیه رو برای پدر و برادر هم توضیح میدن تا توی اتاق قایم شن و چیزیشون نشه. مادر به اتاق تینیا میره و توی کمدش رو میبینه. وقتی برمیگرده علی یه دفعه از داخل کمد بیرون میاد و مادر رو میگیره. مادر بعد از کلی کلنجار موفق میشه چاقوش بردار رو با یه ضربه پای علی رو سوراخ بکنه، که تینیا هم اون رو روی پای خودش حس میکنه. بعد آروم آروم به سمت علی داره میره که بکشتش. تینیا میپرسه میخواد چیکارش کنه، که مادر جواب میده میخوام بکشمش تا از شرش راحت شیم. تینیا دلش میسوزه و نمیخواد همچین بلایی سر علی بیاد. برای همین وقتی مادر میخواد علی رو بکشه، خودش میره جلوی چاقو و جونش رو فدا میکنه. بدن تینیا روی علی میفته و خونش
توی دهن اون میریزه. بعد از چند لحظه جسد بیجونش روی زمین میفته، در حالی که زخمای علی درمون میشه و چشماش حالت انسانی کامل به خودش میگیرن. در لحظه آخر علی اسم مادرش صدا میکنه و از جاش بلند میشه و دیگه کاملا شبیه به تینیا شده و جای دختر خانواده رو میگیره. فیلم هچینگ از اون دسته فیلمای روانشناختیه که تا یه مدت طولانی توی ذهن شما تاثیر میذاره. آخرش هم به شکلای مختلفی میشه تعبیر کرد. هر کسی یه برداشت خاصی از این فیلم داره و بهتره که برداشتتون رو برای ما زیر این پست کامنت بکنید. یادتون نره که توی پیج سابسکرایب کنید، کانال تلگراممون رو دنبال کنید و اگه فیلم کامل رو می‌خواید از کانالمون بازدید کنید. روزتون گیلاسی.